من پروین اشرفی هستم و امروز سه‌شنبه 21 ماه مه 2013 مطابق با 31 اردیبهشت 1392 به همراه سیمین دبیری در خدمتون هستم و همونطوری که در اطلاعیه‌ای که در سطح نشریات شهر به چاپ رسید، از این پس برنامه‌های رادیو صدای زن با تیم جدیدی از تهیه کنندگان و گردانندگان به مدت یک سال ادامه خواهد یافت. جا داره همینجا از دوست بسیار عزیزمون خانم نرگس کرمانشاهی که سالهای درازی صدای این رادیو رو به گوش همگان رسید تشکر و قدردانی کنیم و همچنین از روژین عزیز که سالهاست به هر حال با رادیو صدای زن همکاری میکنن. خانم کرمانشاهی فعلا در مرخصی هستن و پس از بازگشت از مرخصی ما امیدوار هستیم که شما صدای اونو دوباره بشنوین و ما هم از همکاری ایشون برخوردار باشیم. با درود بر شما شنوندگان رادیو صدای زن، من سیمین دبیری هستم و اینک توجه شما رو به چند خبر کوتاه جلب میکنم. در آخرین روزهای نهایی شدن قانون جدید مجازات، با اصرار شورای نگهبان مجازات سنگسار به این قانون بازگشت تا تمامی روابط جنسی خارج از ازدواج را شامل گردد. بیش از این مجلس ایران مجازات سنگسار را حذف و آن را با اعدام یا 100 ضرب شلاق جایگزین کرده بود، اما کمپین قانون بی سنگسار که بین سالهای 1386 الی 88 در این مولد فعالیت میکرد بارها وقوع سنگسار را در طول همین سالها نیز تایید کرده است. بر اساس آمارهای سازمان عفو بین الملل، 77 مورد سنگسار از ابتدای قدرتگیری جمهوری اسلامی به ثبت رسیده است. هرچند این سازمان تصریح می‌کند که آمار واقعی بیش از این است، زیرا در مورد اجرای سنگسار مقامات در بسیاری از موارد از اطلاع رسانی خودداری کردند. با بازگشت مجازات سنگسار به قانون جدید مجازات، بسیاری از فعالین دفاع از حقوق زنان نگرانی شدید خود را نسبت به سرنوشت زنان و مردانی که بر اساس قانون قبلی مجازات اسلامی به سنگسار محکوم شده و در زندانهای شهرهای مختلف ایران به حالت بلا تکلیف به سر میبرند ابراز داشتند. از جمله محکومین اشرف کلهوری، سکینه محمدی آشتیانی، مریم باقرزاده، خیریه والانیا، ایران اسکندری، کبرا بابایی، ساریه عبادی، رحیم محمدی، محمد نوید خمامی و تقی احمدی می باشند. لازم به یادآوری است که مطابق قوانین جمهوری اسلامی تمامی قضاتی که حکم سنگسار را تا کنون اجرا کردن از مسئولیت مطلق برخوردار هستند. محمد یزدی، عضو فقهای شورای نگهبان، در مورد کاندیداتوری عده‌ای از زنان برای 11مین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران گفت 10-12 خانم حضور دارند. یکی از آنها گفته که اگر رئیس جمهور شوم، نیمی از کابینه هم خانوم ها و نیم دیگر آقایان خواهند بود. مسئله معروفی هست که کسی میخواست وارد روستایی شود، اصلا راهش نمیدادن وارد روستا شود، اما میگفت خونه کت خدا کجاست. قانون اجازه رئیس جمهور شدن را به خانوم ها نمیدهد. حالا چطور این فرد ترکیب کابینه را هم مشخص کرده؟ بسیاری از فعالین دفاع از حقوق زنان علارغم که این انتخابات را از بیخوبون دموکراتیک غیر دموکراتیک میدانند و آن را تحریم میکنند، از این سخنان برآشفته و آن را توهین‌آمیز ارزیابی کردند. روزنامه شرق چاپ تهران دیروز در تاریخ 30 اردیبهشت نوشت رشته مطالعات زنان که طی سالهای گذشته با تغییرات زیادی روبرو شد، این رشته امسال در دانشگاه تهران هیچ ظرفیتی را به خود اختصاص نداده است. این رشته سال گذشته نیز از رشته‌های دانشگاه علامه طباطبایی حذف شده بود. تنها دانشگاه‌های اصفهان، الزهرا، تربیت مدرس، خوارزمی تهران، شیراز با هنر کرمان این رشته را در دفترچه کنکور درج کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، از قصرقند مدیر آموزش و پرورش شهرستان قصرقند در جلسه شورای آموزش و پرورش این شهرستان ابراز داشت که در سال تحصیلی جاری 67 نفر از دانش آموزان این شهرستان به خاطر ازدواج زودرس مجبور به ترک تحصیل شدند.
مجلس نمایندگان افغانستان در جلسه عمومی روز شنبه 18 ماه مه 2013 موفق نشد تا طرح قانون منع خشونت علیه زنان را تصویب کند. دلیل عمده ناکامی اعضای این مجلس مغایرت این طرح با معتقدات و احکام اسلامی و مخالفت آن با شریعت و دین و کلام خدا از سوی برخی از نمایندگان عنوان شده است. مریم مجتهدزاده رئیس مرکز زنان ریاست جمهوری با اشاره به اجرای طرح اشتغال نیمه وقت بانوان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص طرح اشتغال نیمه وقت زنان گفت این طرح از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به منظور تشویق فرزند آوری بوده است که آیین‌نامه آن در حال نگارش است و پس از تدوین به دستگاه ها ابلاغ خواهد شد. و اما آخرین خبر، ایلنا از قول یک فعال کارگری در نیشابور می نویسد که کارفرمای کارخانه صنایع الکترونیکی مهر عطار در نیشابور از نبود فرصت‌های شغلی برای زنان کارگر در بازار کار سوء استفاده می کند. در این کارخانه تولید پریز 120 کارگر مشغول به کار هستند که حدود 80 نفر آنها را زنان تشکیل می دهند. این زنان بدون محاسبه ساعت کار در صورتی که نتوانند به میزانی که کارفرما انتظار دارد تولید داشته باشند بخش قابل توجهی از حقوقشان کاهش می‌یابد. این کارخانه حتی آن دستمزدی را که شورای عالی کار تصویب کرده است را هم به کارگران خود نمی‌دهد. در این کارخانه بهداشت و ایمنی کار به هیچ وجه رعایت نمی‌شود. زنان کارگر این کارخانه که عمدتاً سرپرست خانوار خود هستند در تأمین معاش خود با مشکلات بسیار جدی روبرو هستند. شنوندگان عزیز، اکنون شما رو به ترانه شنیدن ترانه جلب میکنم. درمان این درد و تعبیر رویا
ترانه رو که شنیدید ترانه رویای ما بود که با صدای ابی و شادمهر عقیلی بسیار زیبا دنیایی رو تصویر کرد که بسیاری از ما در آرزویش هستیم. شما صدای ما رو از رادیو کوپراتیو ونکوور CFRO موج FM 100.5 میشنوید. این صدای زن هستش. حالا میرسیم به برنامه‌ای که امروز برای شما عزیزان تدارک دیدیم. مسئله زن به عنوان یک مسئله اجتماعی از ابعاد مختلفی قابل بررسی هستش. فرهنگ مردسالار به طرق گوناگون خودشو تثبیت میکنه. از جمله میدونیم که در حوزه‌های کار، ادبیات، آموزش، خانواده، موسیقی، رسانه، اینها از مهمترین ابزارهای این فرهنگ هستش. اما امروز میخوایم یه سری به فرهنگ‌ها و باورها و به خصوص درباره مسائل فرهنگ عامه در رابطه با تعمیم فرهنگ مردسالارانه بزنیم. یکی از این ضرب‌المثل مسئله ها اتفاقا همونطوری که در اخبار هم اومده بود بسیار مورد استفاده قرار میگیره. منظورم همون ضرب‌المثل مسئله هست که میگن فلانی رو به روستا راه نمیدادن دنبال کت خدا میگشت. حتما یادتون میاد. ببینید ضرب‌المثل مسئله معرف فرهنگ، تمدن و آداب رسوم یک کشور هستش و گنجینه ای از حقایق درباره روش زندگی مردم یک سرزمین و دستور عمل ها و آیین‌نامه ها و حقایق مربوط به اون رو در دوره های متفاوت نشون میده. در واقع ضرب‌المثل ها در هر ملتی نماینده گوشه ای از افکار و روحیات اون ملت هست. ضرب‌المثل ها به خاطر در برداشتن بسیاری از مسائل گوناگون اخلاقی و اجتماعی در خور تعمق هستند. این رو هم اضافه کنیم که امثال و حکم تولید ذهنی انسان هاست و این تولید ذهنی رابطه مستقیمی با فعالیت مادی انسان ها داره. به خاطر همون هم هستش وقتی به نحوی این ضرب‌المثل ها رو دنبال میکنیم سرنخشون رو به سیستم غالب یک جامعه میبینیم که میرسه. ما یه سیستمی داریم که بهش میگیم سیستم پدرتبار و یا به قول معروف سیستم مردسالار که بر برتری همه جانبه جنس مذکر استوار هستش. توی این سیستم زن به تنهایی وجود خارجی و واقعی نداره، یا دختر مردی هستش یا همسر مردی و یا مادر مردی و دیگه ظاهرن هیچ. با یه همچین دیدی هم در ضرب‌المثل‌های رایج زن حتی قبل از تولد با بد اقبالی مواجه میشه، به نحوی که اگه زنی در دوران بارداری لک و پیس بیاره یا زشت و تنبل بشه، ترش رو بشه و کاهل و بدخو و یا احتمالاً فعال نباشه میگن حتما دختر میزاد. متاسفانه این ضرب‌المثل رو بیشتر خود زنا هم حتی مورد استفاده قرار میدن. با یه چنین پیش‌داوری هایی وقتی کودک مؤنثی به دنیا میاد میگن که نبودنش بهتر از بودنش است. بعد هم پیشنهاد میکنن که هرچه زودتر اون رو برای فرستادن به خونه شوهر آماده کنن، چون که ننگ بزرگی هستش. ننگ هیچ ننگی از این بزرگتر نیست که دختری رو در خونه پدری ببینن که مونده. در واقع داشتن دختر رو نه تنها مایه سرشکستگی در این دنیا که حتی توی به اصطلاح اون دنیا هم اونا رو مانع سرشکستگی میدونن. حالا خوبه چند ضرب‌المثل رو در این مورد در اختیارتون بذارم. دختر نابوده به چون ببود یا به شوی یا به گور. خجسته زنی کوز مادر نزاد. چنین گفت دانا که دختر مباد، چو باشد به جز خاکش افسر مباد. ز دختر بدختر شدم در جهان، چند در حیات و چند در ممات. زن و اژدها هر دو در خاک به، جهان پاک از هر دو ناپاک به. جالبه که گاهن بدبیاری اقتصادی رو با دختردار شدن توضیح میدن و میگن اون سال که سال پسر هستش تو دختر میزای، در حالی که به دنیا آوردن پسر اما با شادی همراهه، جشن گرفته میشه، مژدگانی داده میشه و مرد سربلند به خونه میره. حالا
حالا ادامه ماجرای دختر به دنیا آوردن به کجا میکشه؟ به هر حال دختری به دنیا میاد، نمیشه که زنده به گورش بکنیم مثل اون موقع قدیما، بلکه باید اونو برای به عهده گرفتن وظایف آینده تربیت بکنن. در مورد تعلیم و تربیت دختر تاکید زیادی میشه. مسائل مربوط به مذهب، پاکدامنی، پارسایی، خونداری و شوهرداری باید به دختر آموخته بشه و این وظیفه مهم رو هم به زن خونه میدن، یعنی مادر، وظیفه‌ای که بعد از شوهرداری مهمترین وظیفه اون محسوب میشه. ظاهرا هر مادری از لحظه تولد دختر به چگونگی شوهر دادن اون میاندیشه و میکوشه اونو از کودکی با کار خونه، پخت پز، شستشو و نظافت، بچه داری و شوهرداری و تنظیم امور خونه آشنا کنه. پسرا اما از این وظایف مستثنا هستن و تنها خرید نون که اونم یادآور نوناوری مرد و کار بیرون از خونه هست به اونا سپرده میشه. حالا خوبه مثالهایی بزنیم که چطوری نقش زن فقط به خونه قرار محدود بشه و بس. تمام شعور زن در خانه است. اگر از اون خارج شود فاقد ارزش است. دختر خانه‌دار مطلوب است. خوبتر باشد ارک محجوب است. ز بیگانگان چشم به دور باد، چو بیرون شد از خانه در گور باد. چو زن راه بازار گیرد بزن، وگرنه تو در خانه بنشین چو زن. میدونین در ضرب المثل ها زن حق عشق ورزی آزاد رو نداره، به میل خودش نمیتونه به مردی توجه بکنه، در غیر این صورت ناپاک و نافرمان و سبب ننگ خانواده تلقی میشه. این ننگ رو کی باید پاک کنه؟ در واقع پدر، برادر و شوهر از حق شرعی و قانونی در پاک کردن این به اصطلاح لکه ننگ برخوردار هستن. چطوری؟ حتما تو ذهن شما الان مسئله دفاع از ناموس اومده. بله درست هست زدین. نمونه های بسیاری از قتل های ناموسی ما داریم در گوشه گوشه دنیا. ببینیم این به اصطلاح پاکدامنی زن خودشو توی ضرب المثل ها چطوری نشون میده. چو در روی بیگانه خندید زن، دیگر مرد گولاف مردی نزن. زن مستور شمع خانه بود، زن شوخ آفت زمانه بود. زن غیر پارسا شکنج دل است، زود دفعش بکن که رنج دل است. زن چو خامی کند بجوشانش، رخ نپوشد کفن بپوشانش. زنان را زهر جوی ای دست رس، فزونتر همان پارساییست و بس. با اون که میگن بهترین زن اونه که پیوسته در اندیشه عشق و محبت مرد باشه، ولی با همه این اوصاف باز هم زن مورد عتاب هستشو، به طوری که میگن چه خوش گفت شاه جهان کیقوباد، که نفرین بد بر زن نیک باد. خب حالا بریم ببینیم مسئله منع جلوگیری از آموزش کلاسیک و خوندن و نوشتن زنان رو در ضرب المثل ها چطوری میتونیم ردیابی بکنیم. چگونه در واقع خوندن و نوشتن میتونست به بالا رفتن آگاهی زنها کمک کنه و به اینکه دیگه حاضر به تحمل ادامه شرایط موجود و تمکین به نقش فرودست خودشون نباشن. زن را دبیری میاموز، زن بد را قلم به دست مده، دست خود را قلم کنی آن به. زن که شوهر شود سیاه جامه، تا خاتون شود سیاه نامه. کاغذ او کفن دواتش گور، بس بود گر به دانش کنه زور. او که بی نامه نامه تانت کرد، نامه خانی کند چه دانت کرد. دور دار از قلم لجاجت او، تو قلم میزنی چه حاجت او. با زنان در ضرب المثل ها هم مثل کالا برخورد میشه، اما خودمونی ما در خرید هیچ کالایی به این گونه ریزبینی نمیشه. برای اون که دختری مورد قبول واقع بشه باید صفاتی رو دارا باشه، مثلا زیبا و خوشندام باشه،
و این زیبایی سنتی تابع ضوابط معین و معلومی هم باشه، از قبیل داشتن گیسوی بلند و مشکی، صورت گرد و سفید، چشای درشت و سیاه، دهن کوچک و لبای گلگون، دندونای صاف و سفید. واقعا انسان به یاد معامله خرید اسب میفته. علاوه بر همه این مشخصات، زن باید پوشیده و به اصطلاح محجوب هم باشه، به زیور پارسایی آراسته باشه و از شوهرش اطاعت کنه. حالا بریم سراغ نمونه هایی که میگه شوی زن زشت رو نابینا به. صفای خانه آب و جاروست، صفای دختر چشم و ابروست. اگه پارسا باشد و رای زن، یکی گنج باشد پراکن زن. به ویژه که باشد به بالا بلند، فروهشته تا پایین تا پای مشکین کمند. به سه چیز زنان رو باشد بهی، یکی آن که با شرم و با خواسته است، که جفتش به دوخانه آراسته است. سه دیگر که بالا و رویش بود، به پوشیدگی نیز مویش بود. زن خوب فرمانبر پارسا، کند مرد درویش را پادشاه. مطمئنم که شما حتما باید این ضرب المثل رو حداقل یه بار شنیده باشین که میگه خداوندا سه درد آمد به یک بار، خر لنگ و زن زشت و طلبکار. خداوندا زن زشت را تو بردار، خودم دانم خر لنگ و طلبکار. دین مداران و به طور کلی ادیان و مذاهب نه تنها ستم بر زن رو اصلا به رسمیت نمیشناسن، بلکه خودشون به عنوان عاملی برای تشدید این امر هستن. میگن خدا آدم و حوا رو آفرید و به هر یک امتیازاتی داد. اگه حوا فریب شیطان رو نمیخورد و آدم را به گمراهی نمیکشوند، هر دو کماکان در بهشت بودن. شاید دیگه نه زمینی به این صورت وجود میداشت و نه مایی که در اون چونی چرا کنیم. یه ایده هم میگن حوا از درخت دانش میوهی چید و خورد و وقتی به دانش دست پیدا کرد، شروع به چون و چرا در کار خداوندی کرد و سپس آدم را که موجود مطیعی بود اغوا کرد که از درخت دانش بهره بگیره و دیگه مهار کردن این دو دانا مشکل بود و به خاطر همین هر دوشون از بهش رونده شدن و به زمین تبعید شدن تا در تلاش ماش فرصتی برای چون و چرا کردن پیدا نکنن. یه ده هم میگن خدا آدم رو آفرید و بعد از دنده چپ اون حوا رو و به همین دلیل بر ناقص بودن حوا و سبب مراقبت او از جانب آدم هست. بعضی هم درد زایمان رو سزای عمل حوا در فریب آدم میدونن. در واقع برداشت دینی از مسئله زن به جایگاه اجتماعی اون در طول تاریخ به بسیاری از طبقات حاکم کمک کرد، اما کمکی به ما برای توضیح و تحلیل مسئله ستم بر زن نمی کنه، چون که ما از بهشت نمی آییم، زمینی هستیم و یک مسئله واقعی زمینی رو می خواهیم بررسی کنیم. در تمام مسئله هایی که با شما در میون گذاشتیم، می بینیم که در هیچ موردی به توانایی ها، استعداد ها و خواسته های زن توجه نمی شه. وجود حقوقیش تنها با وجود مرد محقق میشه و در واقع آینه برای نمایان ساختن خواسته های مرد هستش و بس. فرهنگ مرد سالار زن ستیزی رو به اونجا میرسونه که به اصطلاح نارسایی زن رو امری خلقتی و خواست خداوندی میبینه، به طوری که میگن زنان در آفرینش ناتمامند، از این رو خیشکام و زشت نامند. زنان را از آن نام ناید بلند که پیوسته در خفتن و خوردنند. زن از پهلوی چپ شده آفریده، کس از چپ راستی هرگز ندیده. زن از چه دل بر است بازر و دست، همون نیم مرد است هرچون که هست. و وقتی هم این ناتوان بودن و وابسته به مرد بودن مردونستن زن از طرف زنا با مقاومت روبرو میشه، با سخره گفته میشه که زن اشتلم کند چو به میدان ندید مرد، جایی که گوشت نباشد چغندر تهمتن است. مرد از پی عقل میرود، زن پی عشق، این فکر زدل کند آن فکر زسر. میدونین
جالبه که در همه اینایی که گفتیم جای پای مذهب و قواعد و مقرراتش رو میبینیم. برای اینکه زنان نتونن در جامعه خودشونو مطرح کنن و استعدادهای خودشونو نشون بدن، فریبکار، دروغگو، غیر قابل اعتماد و ناتوان از رازداری هم قلمداد میشن. مثلا میگن مگو از هیچ نوعی پیش زن راز، که زن رازت بگوید جمله سرباز. مگو اسرار حال خیش با زن، که یابی راز فاش در کوی و برزن. چو خواهی که خاری نیاری به روی، به پیش زنان راز هرگز مگوی. وگر بشکنی گردن آز را، نگویی به پیش زنان راز را. شیطان گفت زن نصف لشکر من است، زن محرم اسرار من است. جادو زبان زن است، گریه مکر زن است، گریه دام زن است. در فرهنگ مردسالار بدی و شرارت در وجود زن سرشته شده، همونطوری که بی‌وفایی زن امری طبیعی قلمداد میشه. مثلا میگن وفا دادید به سگ، بر زن ندادید. یا میگن صد دشمن خونخوار به از یک زن نابکار. زن بد را اگر در شیشه کنند، کار خود را میکند. مبادا کس از زن مهر جوید، که در شوره بیابان گل نروید. بود مهر زنان چون دم خر، نگردد آن ز پیمودن فزونتر. زن نجیب و زن شیطان، لعنت به هر دوتاشان. در واقع بر مبنای این فرهنگ و برداشت حاصل از اون، زن ها نه حق دخالت در امور اجتماعی و سیاسی رو دارن و نه توان انجام چنین وظایفی رو. زنان رو باید از امور مربوط به اداره امور جامعه و رایزنی دور نگه داشت، چون که قدرت تفکر و استدلال لازم رو برای چنین اموری به اصطلاح ندارن. پس بهتره فقط به همون کار خونه‌داری و شوهرداری بپردازن و بس. کاملا درسته. حتی مردایی که در اداره امور خونه و کار با همسراشون به مشورت میشینن هم در این فرهنگ مورد تقبیح و استهزا قرار میگیرن. هممون بارها اصطلاح زن ذلیل رو بسیار شنیدیم. در ضرب المثل ها میاد که زن را به اداره ملت چه کار؟ مشورت با زنان موجب خرابی مردان است. اطاعت از زنان موجب ندامت است. احمق زنش رو می ستاید و عاقل سگش را. دلباخته زنان شدن روش بیخردان است. کسی کوب و بد مهتر انجمن، کفن بهتر او را ز فرمان زن. وقتی در این باورهایی که از طریق ضرب المثل ها در جامعه عمومی میشه خوب عمیق میشیم، میبینیم که تشکیل خانواده و کارکرد اون کاملا با مفهوم تاریخی خانواده هماهنگی داره. امری اقتصادیه که مثل یه معامله با اون رفتار میشه و در اون حساب سود و زیان هستش. اما جالب اینه که تو این معامله تنها به منافع خریدار یعنی مرد توجه میشه. ویژگی اقتصادی این نوع معامله هم در اونه که باید به نحوی صورت بگیره که قدرت اجتماعی و اقتصادی مرد رو بالا ببره. یعنی در اینجا ازدواج نه یک رابطه داوطلبانه دو انسان مستقل، بلکه مسئله تابع مصالح مرد، خانواده، ایل، تبار و غیره هستش. شما اینو درست میگین، ولی این معامله اقتصادی رو میشه توی این ضرب المثل ها دید. مثلا میگن عروس باید پدر مادر دار باشد، زن از خاندان صلاح باید خواست، دختر خوب از قبیله و اسب عربی از طویله بیرون نمی رود. ناز عروس به جهاز است، عروسی که جهاز نداره این همه ناز نداره. جهیزی خوبی آوردی، حالا رو نما هم می خوای؟ عروس بی جهاز، روزه بی نماز، دعای بی نیاز، قرمه بی پیاز. ولی یادمون نره که در فرهنگ مردسالار اما زن همیشه هم مورد تقبیح نیست. موردی هم وجود داره که زن از اون سربلند بیرون میاد و اون بهترین هنر زن و مهمترین و شاید تنها کاری هستش که از عهدهش به اصطلاح برمیاد. اگه گفتین چیه؟
درست حد زدین، تولید مثل. بی خود نیست که میگن زنا را بود بس همین یک هنر، نشینند و زایند شیران نر. زن پرهیزکار و زاینده، مرد را دولتیست پاینده. پسر زاید اگر زن سرفراز است، چه گل لعلش به شکر خنده باز است. پسر گویی بود تخم دو زرده، که از زاییدنش زن سرفراز است. پسر را اگر زنی باشد، زبانش 1330 گز دراز است. چو تاک ارزاد دختر سر به زیر است، وگر زاید پسر چون سرو ناز است. در واقع مادر شدن یعنی پسر زاییدن تنها موردی هست که یک ارزش محسوب میشه و به این خاطر وعده سرخرمن بهش زیر پای مادران هست رو به اون میدن. آره دوستان عزیز، میبینید چقدر بین چقدر این ضرب المثل هایی که با شما در میون گذاشتیم توهین و اهانت به زن درش هست. بسیار از اونها اصلا احتیاج به هیچ توضیحی نداره تا نشون بدیم چقدر در خودشون بیحقوقی و تحقیر و اهانت به زن رو حمل میکنن. در همه اونا زن به عنوان موجودی ضعیفه که فقط به درد زناشویی و زایش میخوره و بس. اما با تمام این حرفا خوب میدونیم که زنای ایران و دنیا سالهای متمادی هستش که نشون دادن از این برداشتها چقدر به دور هستن. شاید در فرصت دیگری نقبی بزنیم به مبارزات زنان در طول تاریخ و جایگاه اجتماعی کنونی اونها رو بررسی بکنیم. بنابراین حالا ما فرصت به شما میدیم تا از شما بشنویم که چی فکر میکنید. در اینجا خط آزاد ما باز هست. شما میتونین با گرفتن شماره 604-684-7561 با ما تماس بگیرین و نظرات خودتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو در میون بذارین. شما صدای ما رو از رادیو کوپراتیو ونکوور روی طول موج FM ردیف 100.5 میشنوید. منتظر تلفن های شما هستیم. دوباره تکرار میکنم، شماره خط آزاد 604-684-7561 هستش. اکنون ما قبل از این که در حقیقت به خط آزاد تلفنی برسیم، به شنیدن یه آهنگی که ترانه زیبایی که با صدای کریستوبر گوش میدیم. ترانه The Words I Love You رو در اختیار شما میذاریم که کریستی برگ با صدای بسیار زیبای این ترانه رو خونده. There are those who think that love comes with a lifetime guarantee. But we know from those around us that this may not always be. It's the simple things that come between a father and a son. But when they try to talk, the knives are out before they have begun. We must show respect for all the rest and what a man believes. And the one who died upon the cross, well, he is the one for me. And he says, come with me and you will see the light that shines for eternity. Be strong.
عزیز رادیو صدای زن، همونطور که قبل از ترانه هم به شما گفتیم به اصطلاح زمان خط آزاد تلفنی ما که ما شما رو تشویق میکنیم که به ما زنگ بزنیم و شماره تلفن ما هست 604-684-7561. خوشحال میشیم که نظرات شما رو بشنویم و در حقیقت من در همین بین که منتظر تلفن شما هستم میخواستم در حقیقت یه مطلبی رو شروع میکنم که هر زمانی که شما تماس بگیرین ما شما رو روی خط میبریم. در ادامه همون برنامه‌ای که قبل اعلام داشتیم به اصطلاح در رابطه با ضرب المثل‌ها و تحقیر و توهینی که به زنان میشه تو اینها، ما تنها این تحقیر و توهین در ضرب المثل‌های فارسی نیستش، تو این رابطه بد نیست برخی از اونهایی رو که در زبان‌های دیگه هم پیدا میشه با شما در میون بذاریم. انگلیس‌ها میگن زن فقط یک چیز رو پنهان نگه می‌داره، اون هم چیزی است که نمی‌دونه. مردی که زن میگیره مثل کسی است که میمون میپرورونه، او باید مسئول خرابکاریشم باشه. اسپانیایی میگه به زن بی صدا و سگ ساکت اعتماد نکن، گیسوی زن دراز است و عقل او گرد، زن را جوان بگیر و جگر را گرم بخور. دختران که همه خوبن، پس زنان بعد از کجا میان؟ آستونی میگه از خاندان ثروتمند اسب بخر و از خانواده فقیر زن بگیر. عرب میگن زن کچل به موهای دختر خالش مینازه. ایتالیایی میگه اگه زن گناه کرد شوهرش معصوم نیست. زناشویی را ستایش کن اما زن نگیر. زن و گاو رو از شهر خودت انتخاب کن. آفریقایی میگه زن حکم اسب رو داره، کسی که او رو میرونه صاحب اونه. آلبانیایی میگه زن رو به دروغ و سگ رو با استخوان راضی کن. زنی که میخوانه شوهر میخواد. آلمانی میگه کاری رو که شیطون از عهده اون بر نیاد زن انجام میده. وقتی زنی میمیره یه فتنه از دنیا کم میشه. کسی که زن ثروتمند بگیره آزادی خود را فروخته. زن بدون مرد باغ بدون دیواره. آمریکایی‌ها میگن دهان زن تعطیل بردار نیست. سوئدی میگه به محصولت تا به انبار نریزی و به زنت تا در گورش نسباری اعتماد مکن. زن زیبا مال دنیا خائن ترین چیزهای دنیاست. فرانسوی میگه انتخاب زن و هندونه مشکله. مردی از چوب به زنی از طلا میارزه. البته این گفته ناپلئونه. فنلاندیه میگه مرد برای کار از خانه بیرون میره و زن برای اینکه او رو تماشا کنن. زن رو از ده بگیر نه از خیابون. کوبایی میگه زن و سگ رو باید دنبال نژادش رفت. زن رو هم میشه مانند سگ به یه تکه استخوان اغوا کرد. گرجی میگه اسلحه زن اشک اوست. مراکشی میگه با زنت مشورت کن و عقیده خودت رو اجرا کن. زنی که از خانه بیرون میره حکم یاغی رو داره که در مسیل گله قرار گرفته باشه. نروژی میگه شیطان زن رو بلعید ولی از هضمش عاجز ماند. نه ماهی بدون استخوان است نه زن بدون جنون. زن مثل نعناست، هرچه بیشتر آن رو بکوبی بوش بهتره. به سگی که میخوابه و به جهودی که قسم میخوره و به زنی که گریه میکنه اعتماد نکن. هلندی میگه وقتی زن خوب در خونه باشه خوشی از در و دیوار میریزه. تمام شعور زن در خونه است. اگه از اون خارج شد فاقد ارزشه. اگه زن خوب بود خدا هم یکی برای خودش درست میکرد. هندی میگه
سواد برای زن مانند خنجر در کف میمونه. به ابلیس پناه بده ولی به زن راه مده. یونانی میگه شهرهای سگانه عبارتند از آتش، طوفان، زن. برای مرد مهم نیست زن بگیره یا نگیره، زیرا در هر دو صورت پشیمون خواهد شد. شنوندگان عزیز، بازم شما را تشویق میکنیم که به ما به خط آزاد تلفنی ما زنگ بزنین. شمارمون هست 604-684-75-61. در این فاصله که تا شما دوستان عزیز به ما زنگ بزنید و امیدوار هستیم که با ما تماس بگیرید، جا داره که با شما در میون بذاریم منابعی رو که این ضرب المثل ها رو از اونجا تهیه کردیم تا شما هم شاید بتونید گذری بکنید، خودتونم بهش به این به اصطلاح منابع احتمالاً اگه دسترسی دارید برید بخونید. به هر حال این اون چیزایی رو که ما ضرب المثل هایی رو که با شما در میون گذاشتیم ما از نوشته خانم فریده ثابتی که این ضرب المثل ها رو گردآوری کرده با در نظر گرفتن منابعی که میخوایم در اختیارتون بذاریم هستش. این منابع امثال حکم مال علی اکبر دهخدا بوده، فرهنگ عوام با تفسیر امثال و اصلاحات زبان فارسی اثر امیرقلی امینی هستش، جامع التمثیل مال محمد رودی، فرهنگ امثال فارسی نوشته یوسف جمشیدی پور، از خشت تا خشت نوشته محمود کتیرایی، زن و آزادی و ضرب المثل های ملل راجع به زن نوشته حکیم الهی، و امثال منظوم نوشته اخگر احمد. همونجوری که دیدین اکثر این ضرب المثل هایی رو که ما با شما در میون گذاشتیم و ضرب المثل هایی که به زبان های مختلف دنیا بود و شما شنیدید، شباهت های بسیاری بین اینها وجود داره. یعنی هر جای دنیا که میریم میبینیم که از فرهنگ عامه از به اصطلاح ضرب المثل ها شدیداً استفاده میشه برای اینکه بتونن تحقیر زن رو در هر جامعه نهادینه بکنن. به هر حال ما شما رو تشویق میکنیم به ما زنگ بزنید. شما صدای ما رو از رادیو کوآپراتیو ونکوور ردیف موج اف ام ردیف 100.5 میشنوید. ما منتظر تلفن های شما هستیم. شماره تلفن ما هست 604-684-7561. خوشحال میشیم که نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید و یا اگر به هر حال صحبتی دارید که دوست دارید با شنوندگان رادیو در میون بذارید، فرصت خوبی هستش که به ما زنگ بزنید. اگر اطلاعیه ای تو این شهر هستش که میخواید با ما در میون با شنونده ها در میون بذارید، اگر خبری هستش که فکر میکنید که خوبه که دیگران بشنون، به هر حال این فرصت مال شما هستش. زنگ بزنید، شماره تلفن 604-684-7561. در این فاصله ما یه موزیکی پخش میکنیم تا شما بتونید به ما زنگ بزنید. Moon is hidden in the clouds, the firelight is dying. In the dark slum and street, men, women, children crying. No work today means no pay, and no pay means we're starving. Mother, I'm with child again, I feel like I'm dying. Fire.
مناسبت 8 مارس روز جهانی زن که حدود 400 زن از کشورهای مختلف گرد هم اومدن و اون رو خوندن، براتون ترجمهش رو میگم. ماه در پشت ابرها پنهان است و نور آتش در حال مرگ است. در خیابان تاریک زاغنشین مردان، زنان و کودکان گریان هستند. شغلی امروز نیست، یعنی پرداختی نیست، و پرداختی نباشد یعنی گرسنه ایم. مادر و دوباره همراه کودک، احساس میکنم دارم میمیرم. درد، درد سلاحت باشد ای زن شجاع خوب من. هزاران بار برای آزادی ناممان را امضا میکنیم و پیروزی را به دست خواهیم آورد و دیگر در هیچ خشونتی احساس ترس و خشم نمیکنیم. زمانی که ما سکوت خود را میشکنیم، ماه در آسمان خواهد درخشید. عشق و عدالت تعهد من است و برای آن از همه چیز خواهم گذشت. سوگند میخورم که تا زمانی که برابری برقرار نشود از پای ننشینم. قبل از اینکه سفرمان به انجام برسد میبایست از بسیاری از رودها عبور کنیم. همه با درماندگی گفتند هر کار هم بکنید اوضاع فرق نمی کند، ولی زنان آن طلای واقعی هستند که ما باید گرامی بداریم. در پشت تمامی قهرمانان هزاران بینام و نشان قرار دارند که زندگی می کنند تا با عمل به عشق و عدالت زندگی بهتری بسازند. عشق و عدالت تعهد من است و برای آن از همه چیز خواهم گذشت. سوگند میخورم که تا زمانی که برابری برقرار نشود از پای ننشینم. قبل از اینکه سفرمان به انجام برسد میبایست از بسیاری رودها عبور کنیم. آه، در یک شب طوفانی من این خواب را دیدم. مردان و زنان همه دست به دست هم در صلح، عشق و دوستی، همه قلب‌های شکسته شفا یافته بودند و همه بدن‌های مجروح ترمیم شده بودند. رودخانه ها، کوه ها و صخره ها از ذرات آزادی خوشنود بودند. عشق و عدالت تعهد من است و برای آن از همه چیز خواهم گذشت. سوگند میخورم که تا زمانی که برابری برقرار نشود از پای ننشینم. قبل از اینکه سفرمان به انجام برسد میبایست از بسیاری رودها عبور کنیم. عشق، عشق، عدالت، عشق من است. در اینجا برنامه امروز ما به پایان میرسه. این برنامه به همت همکاری من پروین اشرفی، سیمین دبیری، نسیم صداقت و روژین در اختیار شما عزیزان قرار گرفت. با تشکر از شما که حوصله کردین و به ما امروز گوش دادین. انتظار ما این هست که نظرات خودتون رو برای ما از طریق ایمیل آدرس sedayezan@hotmail.com، صدای زن به عنوان یک کلمه، به ما ایمیل کنید. با ما در تماس باشید و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارین.